راز چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آن چه تو رو در دل بود. اتفاق سوسن و اینا اتفاقا اومده بود. آره به اتفاق راستم راست اومد تو خورد میزدیم یه پیر خری ببخش پیر بسم الله الرحمن الرحیم. میریم فال حافظ منیر خانم رو در سال 1401 بگیریم. ببینید تو امسال باید چیکار بکنن. با تفسیر خدمتتون عرض میکنم. نیت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میریم باز میکنیم. به 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 میگه خرد که قید مجانین عشق میفرمود به بوی حلقه زلف تو گشت دیوانه. یعنی چی؟ یعنی میگه یک سری مجانین وجود دارن که بوی مثلا زلف تو به مسئله یعنی حجاب تو رعایت کن دیوانه. شما یه جامعه ای رو دیوانه میکنی و مسئولی نسبت به این قضیه، پس حجاب تو رعایت. دوباره چرا تأکید کرده به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد؟ چه شد؟ هزار جان گرامی فدای جانانه. یعنی با اینکه اینجا حافظ هیزبازی داره در میاره بر خودش، ولی شما حجاب تو خواهرم رعایت کن و برادرم نگاه. من رمیده ز غیرت سبا ز پا فتادم دوش. یعنی چی؟ اون آدم که غیرتیه زیر دوش داشته نگار خیش چو دیدم به دست بیگانه. یا مصیبت با اسلاما. یعنی چی؟ یعنی آفرین. یعنی الان شما اینجا باشی همین الان حافظی نمیدید این بیت خط میزد. چه نقش ها که برانگیختیم و سود نداشت، فسون ما بر او گشته است افسانه. یعنی چی؟ خیلی جالبه ها، تفاصیل خیلی متفاوته قشنگی های شرافه. میگه چه نقش ها برف، یعنی چه ترفندهایی زدی مخ یارو رو بزنی ولی فایده نداشت. یعنی دست حتی به افسون و جادوگری و اینا فلان افسونی. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند به غیر خال سیاهش که دید به دانه. یعنی شما حتی اون خال مثل دون آفل دونه سپند عمل میکنه. چقدر حافظ به شما تاکید داشته، ایز بود حافظ. به مژده جان. میگه به مژده خانوم یا به سبا. به مژده جان به سبا داد شمع در نفسی. مژده به سبا یه شمعی داد در نفسی، توی نفس یه ز شمع روی توش چون رسید پروانه. چقدر اسم دختران رو آره. یعنی اینجا باز میگه شمع رو فوت کرد ولی دوباره پروانه رو ماتش رو گرفت. نه گرفتن پروانه دختر همسایه ماست پروانه. آره. مرا به دور لب دوست هست پیمان. این دیگه مصبت میده. یعنی مگه حافظ هم به قرآن این دیگه به خود حافظ مربوطه. این دیگه ساعت یک به بعد. مرا به دور لب دوست هست پیمان. شما بگید چه قول و قراری. من نمیدونم چرا این برای شما اومده آش خانم. بگید جلو اون دهان رو که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. یعنی ببین اینجا دیگه داره چی بود. یعنی این چشیده ها اگه نمیچشید نمیگفت. حدیث مدرسه و میگه ببین این حدیث ها تو مدرسه میگه. پس حجاب نمیخواد. نه میگه حتی اینقدر تأکیده که تو مدرسه دارن تدریس میکنن واسه. حدیث مدرسه و خانگه مگوی که باز فتاد در سر حافظ هوای میخانه. یعنی شما چی؟ تا میگه از زلف و بو و لب و جو فلان سری حافظ خدافزی میکنه شعر تعطیل میره میخونه. میره مدرسه مدرسه رو تعطیل میپیچونه میره میخونه. میگه فتاد در سر حافظ هوای میخانه. این از حافظ. این از حافظ. بعد میگم فال حافظ. پس رفت دیگه. پس خیلی حجاب پس حجاب تو رعایت بکن که سرت به جای اینکه سر از بیفته در سر هوای میخانه هوای مدرسه به سرت بخوره. به اتفاق مژده و سبا و
پروانه با هم برید ترک تجد هش کشف تحصیل کن کسب تحصیل کسب کشف تحصیل بله نوبت شما از جواد آقا نیت کنم آب یک وله ببینیم بعد برگردیم بریم وله رو ببینیم جواد جان نیت کن نیت کردی؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم اوه به 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 این که مکس میکنم اصلا مدیونت فکر کنید نمیتونم بخونم اینه؟ خب پس خدا رو شکر میتونم بخونم میگه یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل دیده را روشنی از خاک درت حاصل یعنی چی؟ یعنی من یاد تا یه بار اومدم منزلتون در خونتون پر از خاک و اینا بود نمه ای جواد یاد تا ما اومدیم خونتون خونه تکونه نکرده بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود یعنی به اتفاق سوسن و اینا اتفاقا اومده بود آره به اتفاق راستم راست اومدیم تو خونتون راست شد سوسن و گل از اثر صحبت پاک داشتیم بستنی پاک میهن میخوردیم که بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود یعنی داشتیم حرف تو رو میزدیم اینا دل چو از پیر خرد نقل معانی میکرد عشق میگفت به شرط آنچه برو مشکل بود خیلی داشتیم حرفای قلم به سلم به که اصلا سایز دهن ما نبود میزدیم یه پیر خری ببخش پیر خری یه پیر خردمندی هم داشت اونجا معنی میکرد قضیه رو میگو آه مشکل ها چقدر زیاده عشق میگو به شرحان چه برا مشکل بود میگو آره این چه وضع مملکت جوان ها چرا اون بچه رو که اون کبوتر بچه کرده خلاصه آه از این جور و تطاول که در این دامنگه هست در این دامگه هست آه از آن این پرمرده هست پرمرده خردمنده آه از آن ناز و تنعم که در آن محفل بود یه یادش بخیر زمان قدیم چقدر ما حال میشنم چه وضعشو فقط داشت همینا آه آه دیگه همینطور تو مصر آه داره همش داشت آه میکشده در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز اینجا چه نمیدونم دیگه پیر مرده میگفته احتمالا زنشو از دست داده بوده چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود یعنی هر کار کرده پیر مرده مخه اینو اونو بذار پیر مرده محله جوادینا بوده چون به هر حال فال مال جوادینا ما بود ولی مال جوادینا بالاخره هر کس کیه بله دوش بر یاد حریفان حریفان رفته بودن عموم عمومی دوش بگیرن به خرابات شدم چرا؟ یعنی دیدم اینا حریفان رفتن دوش گرفتن من خراب شدم رفتم تو خرابات اوه خم می دیدم و خون در دل و سر در سر و گل بود در دل و سر در گل بود یعنی اصلا چی؟ یعنی اصلا خراب شدم رفتم با کله تو گو چرا؟ چون حریفان رفته بودن دوش بگیرن چرا باید وقتی حریفان میرن دوش بگیرن تو بری تو خرابات اصلا آدم عاقل این کارو میکنه؟ نه ولی جواد این کارو میکنه بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود این خیلی معناش عجیب میگه بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق داشتی میپرسیده داشتی خون من درد فراق دارم چکار کنم مفتی عقل مفتی چیه اینجا؟ مفتی نه مفتی مفتی عقل یعنی عقل نه مفتیه یه عقل مفتی ببینید شحافظ هم فهمی جواد عقل نداره مفتی که باز این عقل مفتی در مسئله لایعقل بود طبیعتا عقلی که کار نمیکنه لایعقل هقل لایعقل بود
راستی خاتم فیروزه بلعه حزه حزه